شنبه نیروهای افغان در جریان عملیات خاص در ولایت بغلان افراد ملکی را کشتند. پس از پایان عملیات تصفیه نیروهای افغان در ولایت بغلان، اکنون باشندگان این ولایت ادعا می کنند که به نام طالبان آزار و اذیت می شوند و جبران به ترک مناطقشان واداشته می شوند. باشندگان محلی بغلان که به دفتر والی آمدند می گویند که نیروهای خاص افغان 3 روز پیش در منطقه اقصای دندغوری عملیات شبانه انجام دادند، اما به عوض طالبان تعداد زیادی از باشندگان محل را به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی کردند. دو سال نفر من شهیدان و زخمیان ور کلی دی دغل چشمشی را تا دی بلاکو پر دغل سرک در تبندو او خیز یونده رازو مالون هم راول و خیمی هم تیدر و بیا که حکومت رازی بمبار همانی که سپیشل فوس همانی که تکی که تایری همانی بمبار که بیا باید است خبر آخری خبر دیمون طول و زم دادا دادا خبر همانی حالی که جنگ پس پا کنه مهجد کل خاتون شیخالی همدسی به خلق کنه دلتا وجود درلو ده او چاپای واچه والا پا اخصای که یعنی جلال خان دی اما خیل بکلی که او حالت بیگونه محسلین شهیدان کرد زیدی اگوی سره هیس اسناد و ثبوت شواهد ده مدارک ده مخالفین و یا ده تورستان و نو ده نسل کشی روانه ده دستی چا غط گیره یا غا نیسی بندیکیه ده چا غط لونگی یا غا نیسی بندیکیه ده ظلم ده ناروا ده. از سوی دیگر نمایندگان بغلان در بولوسیرگ می گویند که باشندگان محلی در میان طالبان مسلح و نیروهای افغان گیر ماندند و سوی هر دو طرف کشته و اذیت می شوند و سرانجام به ترک مناطقشان مجبور ساخته می شوند. جرم عمل شخصی نباید به بهانه ای که احمد مخالف دولت هست به جرم احمد که مخالف دولت هست برادرش یا پدرش یا اقاربش در زندان پیدا میشه این خلاف شرعی قانون اساسی است که از این مورد دولت باید مطابق قانون در ارتباط با مخالفین برخورد بکند. اما والی بغلان میگوید که در رابطه به این رویداد به کمیسیون خاص وظیفه سپرده است تا این رویداد را بررسی کرده و نتایج آن را با آنان شریک سازد. تمام مطالبی که به من گفت او را در روی یک کاغذم نوشتم. توسط یک گروه سازمان‌والایی را تحقیق میکنیم تا پیدا بکنیم حقیقت موضوع. تمام موافقت. اما ترس خواست شد. درست است؟ درست است. گزارش زخمی و کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای افغان در حالی داده می شود که قبل از این نیز تیاره‌های اردوی ملی در سرخ کوتل بغلان به جای اردوی ملی مواد خوراکی، اسلحه و تجهیزات را به مخالفان مسلح پرتاب کرده است. رئیس جمهور غنی میگوید که بر سر قانون اساسی معامله نمی شود و زنان افغان مجبور به عقب‌گرد نخواهند شد. سهم زنان در جامعه افغانی عنوان سمپوزیوم بین‌المللی بود که به هدف توانمندسازی زنان ایجاد شده بود. در این سمپوزیوم رئیس جمهور غنی با تأکید بر مسئولیت زنان افغان میگوید که به عوض عقب‌گرد فرصت‌های زیاد پیشرفت برای آنان فراهم خواهد شد و در این بخش قانون اساسی قابل معامله نیست. قانون اساسی ما قابل معامله نیست. زن افغان حاضر نیست به عقب بره. زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. توانمندسازی زنان، پایان دادن به خشونت‌ها، ایجاد فرصت‌های کاری به زنان از جمله تعهداتی است که در این نشست بر آن تاکید شد. سهمگیری زنا در نهادهای امنیتی و دفاعی ما موجب عظیم میشه که اساسات دین مبین اسلام و قوانین حاکمه و قانون اساسی ما عملی شه. زن افغان با پلیس افغان ضرورت داره که محفوظ باشه.
توانمندسازی اقتصادی زنان، مبارزه برای کاهش و محو خشونت علیه زنان، ارتقای مشارکت سیاسی زنان در مدیریت کلان کشور، در سکتور امنیتی و بخش‌های خدمات عامه و فراهم کردن فرصت آموزش و پرورش همگانی برای دختران و دسترسی آنها به خدمات صحی از مهمترین اولویت دولت افغانستان در این راستا است. پس از این نشست، وزیران خارجه افغانستان و ناروی، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و خانم رئیس جمهور در یک نشست خبری ظاهر شدند. در این نشست، وزیر امور خارجه ناروی بر ادامه کمک‌های کشورش در بخش توانمندسازی زنان افغان تاکید کرد. در 1.5 دهه گذشته برای توانمندسازی زنان و حضور آنان در نظام گام‌های لازم برداشته شده است. می‌خواهم بگویم که ناروی به حیث یک کشور دوست در بخش اقتصاد و توانمندسازی زنان به کمک‌هایش با افغانستان ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که ایالات متحده آمریکا در رابطه با صلح از هر گام حکومت حمایت میکند و میگوید که به شمول حزب اسلامی هر گروهی که با حکومت افغانستان با گفتگوهای صلح حاضر شود یک گام مثبت خواهد بود. حکومت افغانستان برای سال 3 اولویت را تعیین کرده است که قطر روابط با تروریستان بین المللی، پایان دادن به خشونت‌ها و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. ایالات متحده به شمول گلبدین حکمتیار از هر گروهی که از جنگ دست بردار می شود و شرایط فوق را می پذیرد حمایت می کند و این یک گام بهتر است. دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی همیشه گفته که ما درهای صلح باز نگه داشتیم و آماده هستیم که با مخالفین مسلح گفتگو و مذاکره صورت بگیرد و امیدوار هستیم که کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای گروه چهار جانبه دی با ما همکاری جدی بکنند تا با یک نتیجه مثبت دست یابیم. این سمپوزیوم به هدف توانمندسازی زنان در حال در کابل ایجاد می شود که در بیشتر بخش‌های افغانستان خشونت علیه زنان جریان دارد و در بیشتر موارد حقوق آنان زیر پا می شود. مسئولان وزارت ترانسپورت می گویند که در رویدادهای ترافیکی سال گذشته در افغانستان 1500 تن هلاک و 4000 تن دیگر زخم برداشتند. به احتیاطی رانندگان در افغانستان و خراب بودن شهرها هر سال سبب می شود که هزاران تن هلاک و زخمی شوند. اینجا هفته مسئولیت جاده ها از سوی وزارت ترانسپورت تدویل گردید و برای رسیدگی به همین مشکلات بحث صورت گرفت. معین وزارت ترانسپورت می گوید که سال گذشته به دلیل خراب بودن شهرها و به احتیاطی رانندگان 5500 تن کشته و زخمی شدند. یوازه دی تیر کال پلر که دی ترافیکی پیخو پترست که د خزو او ماشومان په ګډون شهیدان او شاوخوا څلور زره تنه نور ټپیان شوي دي. هر سال 1.2 میلیون انسان در تمام جهان در نتیجه رویدادهای ترافیکی زندگیشان را از دست می‌دهند که افغانستان نیز در کشورهای آسیا در رده نخست این لیست جا دارد. مسئولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که برای مسئولیت ترافیکی در شهرها طرحی را به وزارت عدلیه فرستادند که با تصویب آن حادثات ترافیکی کاهش خواهد یافت. آنان تأکید می‌کنند که برای الکترونی شدن سیستم ترانسپورتی باید حکومت فوراً اقدام کند و این کار زمینه را برای رشد شکوفایی اقتصاد نیز فراهم می‌سازد. این چارچوب در سطح مقرره که در آن وظایف و مسئولیت‌های هر اداره همکار به طور واضح و روشن توضیح گردیده است، جهت طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه ارسال شده. الکترونیکی سازی و ساده سازی سیستم‌های ترانسپورتی می باشد که خود سبب بیهود عواید، کاهش فسادداری و خودکفاسازی ادارات ذی‌دخل می گردد. این در حالی است که چند روز پیش در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. دوشنبه توافقنامه گسترش بندر چابهار رسما امضا گردید.
روز دوشنبه افغانستان، هند و ایران توافقنامه گسترش بندر چابهار را رسما در تهران امضا کردند. رئیس جمهور غنی میگوید که امضای توافقنامه بندر چابهار راه را برای افغانستان باز میکند تا خودش را به هدف مبدل ساختن به نقطه وصل منطقه برساند. با گفته رئیس جمهور غنی، با امضا شدن این سند هر سه کشور نشان دادند که برای صلح و ثبات در منطقه باور دارند. از این باعث یک نقطه عطف استقبال کنند و این روز شروع همکاری منطقه‌ای و اقدامات مشترک بر صلح، ثبات و رفاه همه جانبه تلقی کنند. رئیس جمهور غنی در این بخش از سرمایه گذاری هند قدردانی کرد و اتهام بست که برخی کشورها در منطقه تروریسم صادر می کند، اما برخی دیگر امیدها. صدر اعظم هند نیز می گوید که با این کار افغانستان راه صلح آمیز، کوتاه و دوستانه را به جهان پیدا خواهد کرد. ملت افغانستان از ملت دولت هندوستان و ایران ابراز امتنان می کند که بر ثبات آینده افغانستان باورمند هستیم. در عمل پیاده خواهد شد از خاطر که پروژه از نظر به زودترین فرصت به یک دالان و یک جاده مشترک مواصلاتی همه جانبه بدل خواهد شد. افغانستان از طریق چابهار در بخش تجارت بر راه کوتاه، صلح‌آمیز و دوستانه دسترسی پیدا خواهد کرد و با این کار با کشورهای مختلف جهان تجارت خواهد داشت. از سوی هم رئیس جمهور ایران میگوید که بندر چابهار در منطقه فرصت‌های بزرگ اقتصادی را ایجاد کرده است و سبب افزایش همکاری‌ها میان کشورها خواهد شد. صدر اعظم هند نیز میگوید که چابهار فرصت تازه‌ای برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است و سرمایه‌گذاری هند در این بندر برای این است که نهادهای قوی اقتصادی را در منطقه ایجاد کند. امروز روز سوم خرداد که برای مردم ایران روز تاریخی و مبارکی از پیش بوده، میتونه سوم خرداد همچنین روز همکاری سه کشور و روز چابهار اعلام بشه. وصل منطقه هدف ما است و امروز ما فصل جدید همکاری ها را در اینجا افتتاح کردیم. هدف اند از سرمایه گذاری در بندر چابهار این است تا نهادهای بزرگ اقتصادی در اینجا ایجاد شود و کشورهای منطقه راه تجارت را با کشورهای دیگر جهان پیدا کنند. در این نشست سه جانبه فیصله شد تا وزیران ترانسپورت و تجارت هر سه کشور برای گسترش بندر چابهار و استفاده عملی از آن نشست های منظم داشته باشند. سه‌شنبه حکومت افغانستان میگوید ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان بر اساس فیصله کمیته هماهنگی چهار جانبه گفتگوهای صلح کشته شد. ایالات متحده آمریکا در واکنش جدید در رابطه با کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان میگوید که گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور قصد داشت تا حملات تازه‌ای را بر تأسیسات و نهادهای آمریکایی را انجام دهند که به همین دلیل هدف قرار گرفت و کشته شد. هرچند وزارت امور خارجه آمریکا چند ساعت بعد از حمله روز شنبه بر ملا اختر محمد منصور و حکومت افغانستان و پاکستان در این مورد خبر داد، اما اکنون حکومت افغانستان ادعا میکند که ملا اختر محمد منصور بر اساس توافق کمیته هماهنگی چهار جانبه گفتگوهای صلح هدف قرار گرفت که بر اساس این توافق هر جنگجویی که از گفتگوهای صلح انکار میکند باید کشته شود. برای پاکستان، ایالات متحده، چین و همچنان تمام کشورهای جهان که مشکل در داخل افغانستان چگونه است، دهشت افغانی چگونه صورت میگیره، راه های حلش به خاطر بیرون شدن از این مشکل چی است و مسئولیت تمام کشورها چگونه میباشند، به شمول پاکستان مسئولیت های مشخصی را متوجه به اساس از این سند متوجه پاکستان ساختیم. مسئولیت هایی که مربوط به افغانستان بود او را هم شما ازش آگاهی دارین. ایالات متحده آمریکا در همان لحظات نخست کشته شدن ملا اختر محمد منصور گفت که با ایمانی در برابر گفتگوهای صلح بود و بارک اوباما گفت که کشته شدن منصور در بخش گفتگوهای صلح افغانستان نقطه عطف است. اما پاکستان در واکنش به این رویداد گفته که کشته شدن رهبر طالبان مانع بزرگی را برای بار دیگر در برابر گفتگوهای صلح ایجاد کرد. اما در این وضعیت پر از ابهام حکومت افغانستان از گفتگوهای چهار جانبه و به خصوص از پاکستان انتظار دارد. خواست ما و توقع ما و تقاضای ما امی است که تعهد صورت بگیرد، تعهد عملی شود.
تنها سپردن تعهد کفایت نمیکنه. از سوی دیگر سرپرست ولایت بلخ که تازه از میدان جنگ برگشته هشدار میدهد که با کشته شدن ملا اختر محمد منصور نیز طالبان به حملات مرگبار خود در کشور ادامه خواهند داد. امکان دارند که چون کاری صورت بگیره یا حملات در بعضی جا شدت بگیره یا حملات انتحاری و انفجاری در بعضی جا را انداخته شود تا خزر تحت شعاع قرار بدن و ضعیف انعکاس بدن. در همین حال رئیس و اعضای مشران جرگه میگویند که حکومت افغانستان باید پس از این رویداد از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. سوال داره چی؟ سند اول نخبر پاکستانیان نشد کرد، زمان مطبوعات نشد نکرد، یا زمان مطبوعات سر معلومات ندارد، او دوم داره چی اخر من منصور چی بکم موتر تولیل شوی یا بکم وسایل تولیل شوی اگر تولی را شوی او دو پاسپورت روخ پاتن یا تذکره روخ پاتن یا اسناد چه بندرز داره ولی روخ پاتن. این در حالی است که رسانه های پاکستانی به نقل از منابع طالبان نوشته است که گروه طالبان برای انتخاب رهبر جدید شورای هفت نفری را ایجاد کرده است و این شورا می خواهد تا از میان ملا یعقوب پسر ملا عمر، سراج الدین حقانی، ملا عبدالغنی برادر معاون پیشین ملا عمر و مولوی هیبت الله یکی را به حیث رهبر جدید طالبان و جانشین ملا اختر محمد منصور پیشنهاد کنند. چهارشنبه شورای رهبری طالبان رهبر جدید و دو تن از معاونانش را اعلام کرد. طالبان مسلح خلاف گذشته پس از کشته شدن رهبرشان که برای دو ماه رهبری این گروه را بر عهده داشت، جانشین و معاونین وی را به زودی اعلام کردند. ملا هیبت الله آخوندزاده به حیث رهبر جدید طالبان و مولوی یعقوب و سراج الدین حقانی پسران ملا عمر و مولوی جلال الدین حقانی به حیث معاونین وی تعیین شدند. طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ اول ماه جوزا ملا اختر محمد منصور را در منطقه دالبندین بلوچستان در حال هدف قرار داد و کشت که با استفاده از یک موتور بدون محافظین از شهر تفتان به سوی نوشکی و دالبندین در حرکت بود. کشته شدن ملا اختر محمد منصور نیز مانند مرگ ملا عمر رهبر پیشین این گروه پر از شک و تردید است. در ماه مارس سال 2015 میلادی گزارش های داده شد که ملا اختر محمد منصور پس از آن که در نتیجه یک حمله در کویته شدیداً زخمی شد، توسط هلیکوپترهای نظامی پاکستان به کراچی انتقال داده شد. اما اکنون منابع نزدیک و طالبان میگوید که وی در ماه جنوری سال 2016 به دلیل زخم های شدید که برداشته بود زندگیش را از دست داد. در رابطه با مولوی هبت الله رهبر جدید طالبان گفته می شود که از لحاظ فکری فرد نزدیک به ملا اختر محمد منصور است و شاید جنگ تحت رهبری وی بیشتر از این شدت یابد. اوس وی قوت یا د تصمیم فکر چې هغوی د تصمیم سي دا د ډېر بعید و ډېره لیرې خبره ده، نو په دې ترکیب سره دې طرف ته د افغانستان د حکومت طرف ته د سولې کوم نشانې سړی نه ویني، نو جنګ به ضرور ادامه پیدا کړي. جنګونه به ډېر شدت پیدا کړي، د پخوانه به جنګونه زیات شي، خو دا جنګونه به آخری مرحله به صلح وي، او دا صلح په دې بنا باندې چې د افغانستان حکومت بم یو مقدار خپل د خودخواهۍ نه ښکته راشي، هغوی بم د خپل د جا طلبۍ نه ټیټ شي. زه فکر کوم جګړه کې به شدت راسي، ځکه لا هم افغان حکومت او امریکا په جګړه باندې اصرار کوي، نو هغوی بم خپل زور ښیي طالبان. ولی د سولې په اړه باندې دا د طالبانو د سولې پالیسي د یو شخص مربوط نه ده، هغوی شورا لري او رهبری کسان لري. د سولې په اړه باندې فکر کوم چې پخوانۍ تګلاره به دی روان وي. چې ګونګي رهبر جدید طالبان و اقدام عاجل در این بخش نشان میدهد که ملا هبت الله آخوندزاده در بخش آشتی طالبان ناراضی از سرگذار تمام خواهد شد. به باور آگاهان سیاسی پاکستان به این نتیجه رسیده بود که طالبان در موجودیت ملا اختر محمد منصور بیشتر از پیش از هم می پاشند و برای متحد ساختن دوباره آنان و به دست آوردن امتیاز از ایالات متحده آمریکا اعلام مرگ وی مناسب است. پاکستان عملا با این قضیه به نحوی بازی کرده، یعنی کشته شدن ملا اختر منصور از مدت‌ها قبل قابل پیش بینی بود. ملا اختر منصور با پاسپورت پاکستانی در حالی که ویزه ایران خورده بوده ای توسط آمریکایی‌ها کشته شده، یقینا یک معامله بوده بین پاکستان و آمریکا. شما میدونید که کمک‌هایی که آمریکا و مخصوصا به ارتباط طیاره نظامی 16 بنا بود انجام بده،
مشروط کرده بود به مبارزه مؤثر پاکستان با حراس افکنان و مشخصا گروه طالبان. خب اوست چه دوی ده نتیجه تا رسیدلی چه هیبت الله شون آخونزاده ده او آقا روحانی شکل لری نو د ټول توافق په هغه باندې راغلی او معاون نو بیا د ملا صاحب ملا عمر زوی دی. زه فکر کوم چې دا اتحاد به د دوی ډیر قوي هغه بیل شوي حرکتونه به ورسره یو ځای شي. در رابطه به رهبری جدید طالبان گفته می شود که وی منصوب به قوم نوزه می باشد و در ولسوالی پنجوه قندهار بوده باش می کرد و در همانجا بزرگ شده است. شیخ مولی هبت الله صاحب چې د طالبانو نوې مشر ده د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د جهاد په مهال باندې هجرت کړی ده او په جهاد کې برخه اخیستې ده. کابل کې د نظامی محکمې معاون پاتې سوی ده. کله چې امریکا حمله وکړله بیا هم د طالبانو په لیکو کې قاضی القضات او بیا وروسته د ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو مشر و دغه مرستیال او بالاخره دا ده نن ورځ طالبانو خپل مشر اعلان کړ. د ده نوم د ملا اختر محمد منصور د معاون په صفت اوس له هغه نه چې ملا محمد عمر مرګ خبر خپور شو د هغه نوم راغی او اول معاون په صفت داسې معلومیږي چې ده یعنی د فکري لحاظه اختر محمد منصور سره ډېر ورته والی او نږدېوالی لري. طالبان در چند دهه اخیر سیون رهبرشان را تجربه می کنند. ملا محمد عمر مجاهد از سال 1994 الی اپریل سال 2013 وظایف پیشین قماندان جهادی و محتمم مدارس دینی در قندهار. ملا اختر محمد منصور از ماه جولای سال 2015 الی ماه می سال 2016 وظایف پیشین مسئول عمومی میدان هوایی و مدافع هوایی قندهار، وزیر هوانوردی و توریسم و معاون دوم ملا محمد عمر مولوی هبت الله آخونزاده. آغاز وظیفه از 25 ماه می سال 2016. وظایف پیشین عضو حزب مولوی خالص، قاضی القضات طالبان و رئیس شورای علما، عضو شورای رهبری طالبان و محتمم مدرسه خیر المدارس. این اقدام عاجل و از قبل سنجیده شده در انتخاب رهبری جدید طالبان در حال است که پیش از این مخالفت ها بر رهبری ملا اختر محمد منصور رهبر کشته شده این گروه سقوط طالبان و سقوط سران این گروه را از هم جدا کرده است. چهارشنبه فدراسیون ژورنالیستان افغانستان بر طرح موازین اخلاقی ژورنالیسم در افغانستان بحث کرد. روز چهارشنبه خبرنگاران 34 ولایت کشور از سوی فدراسیون ژورنالیستان افغانستان اینجا در کابل گرد هم آمده بودند تا بر طرح موازین اخلاقی ژورنالیسم بحث کنند و بالاخره این اصولنامه را تصویب کنند. مسئولان میگویند که عدم موجودیت این گونه اصولنامه در بخش خبرنگاری سبب شده است که خبرنگاران در بخش اطلاع رسانی با مشکلات مواجه شوند. ما امیدوار هستیم که با تصویب این موازین و تطبیق و رعایت آن در ساحه عمل فعالیت رسانه‌ای در کشور گام بزرگی دیگری در جهت معیاری شدن بپیماید و به این ترتیب بتوانیم وظیفه و رسالتمان را در برابر ملت و سرزمین خیش بهتر و بیشتر از پیش به انجام برسانیم. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ و ارگ ریاست جمهوری میگوید که این طرح موازین اخلاقی زمینه پیشرفت رسانه‌ها را در کشور مساعد خواهد ساخت و نظارت بر این اصولنامه کار خود ژورنالیستان است و حکومت تنها فراهم کننده ی سهولت ها است. مقام ها ادعا می کنند که در این بخش برخی قوانین تصویب شده است. تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه ها، تقویت آزادی بیان و تأمین دسترسی خبرنگاران به منابع اطلاعاتی کشور حکم را صادر نمود. حکومت دوسیه های مربوط به قتل و خشونت علیه خبرنگاران را نیز بررسی خواهد کرد و در این بخش همکاری و کمک نهادهای خبرنگاری با نهادهای عدلی و قضایی می تواند مسیر کار را بهتر سازد. دولت کاملا سهم نداره و وظیفه دولت تطبیق قانون هست. وظیفه اتحادیه های صنفی خبرنگارا هست که از اصولنامه های اخلاقی تدوین شده خودشان نظارت کنند. از سوی دیگر خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران این اصولنامه را ناقص می‌خوانند و می‌گویند که در برخی موارد هنوز هم مشکلات دارد و گفته آنان در بیشتر بخش‌ها وضاحت وجود دارد که این کار در آینده می‌تواند به خبرنگاران مشکل ساز باشد. فساد و چگونگی پرداخت رسانه‌ها و موارد و گزارشاتی که در
در مورد فساد است باید به صورت واضح جدی و روشن در اصولنامه ذکر شوه، خصوصا په محلی کچبنجی ځینی خبری الان البته ټوله نه ځینی خبری الان ځینی رسنۍ جیلی پیش یا جیلی ریپورتونه جوړی چې دغه جیلی پیش څخه ملي ګټو ته زیان هم اوړي، په دغه برخه کې هم په اصولنامه کې هیڅ ډول یادونه نه ده سوی. ژورنالیستان افغان برای بحث بر طرح موازین اخلاقی ژورنالیسم در حال گرد هم میآیند که در حال حاضر رسانه‌ها در بخش دسترسی به اطلاعات با مشکلات مواجهند و فشارها از جوانب مختلف بر رسانه‌ها نیز پابرجاست. پنجشنبه مسئولان امنیتی میگویند بعضی از گروه‌های طالبان می‌خواهند با دولت یکجا شوند. همزمان با انتخاب رهبر جدید طالبان مصلح از اختلافات عمیق در رهبری این گروه نیز گزارش داده می شود. مسئولان امنیتی می گویند که پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور اختلافات میان سران طالبان افزایش یافته است و این گروه جنگجو با خلای رهبری واحد در میدان جنگ مواجه است. مسئولان می گویند گزارش هایی را به دست آوردند که برخی از گروه های طالبان می خواهند تا به حکومت افغانستان تسلیم شوند. د دوهمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلي، د دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي، حتی هغه قمندانانو چې شپه ورځ به د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات به و هغه رابطې قطع شوي دي او رابطې هم ضعیفه شوي، اختلافات هم پکې ډېر شوي دي. پراګندګي رهبري و سوق در میانشان فوق العاده قابل ملاحظه است، روزافزون است و این باعث میشه که بیشتر ناتضعیف شوند و حتی راپورهای هم هست که تا به حال نمیتونم تایید بکنم که بعضی از گروه های از اینا تلاش دارن که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید که این شورا تغییرات اخیر در رهبری طالبان مصلح را به شکل جدی زیر نظارت دارد و از طالبان افغان میخواهد که با استفاده از فرصت به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. افغانستان دولت د طالبانو په لیکو کې وروستۍ تغییراتو ته لنجدی ګوري او لنجدی چاري. د افغانستان دولت پر طالبان غږ کوي چې د دې فرصت څخه په استفاده دي، د تغییر د دې فرصت څخه په استفاده دي، سولې ژوند ته مخه کړي، جګړه او تاوتریخواله دي ترک کړي، کنه د افغانستان کنه د خپلو مخکنیو رهبرانو او مشرانو په سرنوشت باخته شي او د پردیو په خاوره کې به لمنځ یوړل شي او پنخه بشي. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که در جریان عملیات شفق غذای کلیدی طالبان مصلح از بین رفتند و این گروه در اکثریت مناطق با شکست مواجه شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که در یک هفته گذشته 87 عملیات صاحبی، 76 عملیات خاص و 384 حمله هوایی را انجام دادند که در نتیجه آن ده ها تن از جنگجویان مصلح کشته و زخمی شدند. دې 15 ورځو کې موږ وات یا د صحاوی قلی اردوګانو عملیات درلودل په ولس ولایتونو کې او شپږ اویم د کوماندو قطعاتو عملیات درلودل د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې او 304 اتیا د هوایی بریدونه موږ درلودل په افغانستان کې. د دې نتایج ډېر ښه دي، لاسته راوړنې ډېرې ښه دي. د دې تر څنګ یک چیزی که بسیار نتایج خوب دادن او عملیات شبانه است. گزارش از اختلافات در میان طالبان مصلح در حال نشر می شود که پس از مرگ ملا عمر رهبر پیشین این گروه، گروه به رهبری ملا رسول از ملا اختر محمد منصور جدا شد و پس از مرگ ملا اختر محمد منصور نیز به مخالفتش ادامه داد و اکنون بار دیگر اعلام کرده است که ملا هیبت الله به حیث رهبر تحریک طالبان برای آنان قابل قبول نیست.